سلام و درود به جناب سوربی در تلویزیون مردم و همیهنان نازنینم در هر کجای جهان که هستید. برنامه امروز رو پیشکش میکنم به روان ترانه موسوی، دختری که به خاطر شباهت نام فامیلش که موسوی بود با میر حسین موسوی جنایتکار و خیانتکار مورد تجاوز قرار گرفت، به منظور افشا نشدن برداشته شدن پرده بکارتش در داخل بدنش اسید ریختن، استخوانهایش را شکستن و در نهایت او را در آتش سوزاندند و کباب و باربیکیوی اسلامیش کردند. من در اینجا از میکروفون تلویزیون مردم به پدر و مادر داغدار و بستگان از اون بود نازنین اینجا تسلیت میگم، با اندوه آنها شریکم. جای شگفتی است که با اون همه اعمال جنایتکارانه که نسبت به ترانه موسوی روا داشته شده بود، در میدیای ایرانی خارج از کشور چندان یادی از اون نشد، در صورتی که در مورد قتل ندا سلطان که قتل سیاسی بود برای تبلیغات سیاسی بر علیه رژیم و حکومت، او را نکشته بود، برای اولین بار میشنوید نکشته بود، میدیای ایرانی خارج از کشور، سخنرانان، رادیوها و و و و از او یک ژاندارک ساختن، مجسمه‌اش را ساختن، رادیو تلویزیون به نامش کردند و البته تعدادی هم شماری هم با مصرف کردن نام او کاسبی کردن. دلیل مهم سیاسی بودن فاجعه قتل ندا این بود که مردکی که خود را نامزد ندا معرفی میکرد، مدت کوتاهی پس از فاجعه قتل ندا به اسرائیل رفت، در اسرائیل با رادیو اسرائیل با اون مصاحبه شد و بالاخره به حضور شیمون پرز، پرزیدنت یا رئیس جمهور اسرائیل رسید و بالاخره از اون پس، حالا پول ها از کجا آمد خودتان می دانید، پرتغال فروش پیداست، در تلویزیون های 24 ساعته ویلکام شد و مرتبا با اون مصاحبه می کردن. در همون زمان سرکار خانم نزهت یحیی‌زاده، زن فرهیخته سیاستدان و مبارز سیاسی، متنی را در مورد قاتل که خود را نامزد ندا معرفی میکرد روی اینترنت گذاشتند و من در پاسخ ایشان به مقامات امنیتی امریکا آگاهی دادم، نه با تلفن، روی اینترنت، که مردی که مدعی نامزد بودن که نداست دستگیر کنید و با بررسی فیلم های تهیه شده از جریان فاجعه قتل ندا اون رو به حضورتون که محاکمه کنید. امیانانم نامزد و به باور من قاتل ندا پس از پخش جهانی نوشته من در باره قاتل ناپدید شد. همینانم از روزون درخواست میکنم، روی سایت ها هست، با دقت به فیلم قتل ندا اون دختر نازنین که قربانی شد و مرگش یک فاجعه بود، خوب ملاحظه بفرمایید و میبینید که نجات در داخل جمعیت نبود، در مسیر خیزشگران حرکت نمیکرد و وقتی که گلوله بهش خورد، تازه بعد از چند ثانیه یا بیشتر چند نفر آمدند به سراغ او. به تقدیر روح ندای نازنین هم شاد و با مادر داغدار و پدر و بستگان داغدار ندا هم بنده از میکروفون تلویزیون مردم اینجا تسلیت عرض میکنم. همینانم پیش از وارد شدن متن برنامه امروز
که درباره مأموریت محمود احمدی نژاد می باشد سخنی دارم درباره فریبکاری و شگرد تازه خائنانه رضا شهروند فرزند ناخلف محمد رضا شاه پهلوی آریامهر سخنی دارم در این باره که عرض کنم. حکومت اسلامی پس از اون که با قرار گرفتن مهره‌های برگزیده شده از سوی استعمار در مقامات مملکتی و جا افتادن به منظور جلوگیری از شکل گرفتن اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور به موازی سازی و ایجاد گروه‌های اپوزیسیونی مانند حزب مشروطه، حزب کمونیست کارگری، شاخه جدا شده جبهه ملی، نهاد مردمی، موج سبز، از کنم که سبز سکولار، سبز همیانانم ریشه در اسلام دارد و ادامه کمربند از کنم که سبز برژنسکیز مشاور امنیتی جیم کارتر و سکولار نمی شود و بعد سکولار دموکرات سکولاری بدنی دموکراسی است. از کنم حضورتون که اون کسانی که میگن سکولار دموکرات حالا یا سواد سیاسی ندارن و یا در هر حال نوعی فریبکاری است. بالاخره در ایجاد شورای ملی که منشور آن از سوی حشمت الله تبرزدی از درون زندان دودر و مبله نوشته شده و به رضا شهرمند جهت اجرای ابلاغ گردید، این تأکید میکنم برون همیانانم از داخل زندان این جرسومه سیانت این حشمت یا حشمت الله تبرزدی بیش از یک رو به قرن است که زندانی است. به هر طور تقدیر این شورا ماده 11 دایی دارد. ماده 11 منشور شورا درباره عدم تمرکز سیاسی نوشته شده که به تجزیه ایران صراحت دارد. این رو جهت اجرا فرستاده است یا مخابره کرده یا هرچی به رضا شهروند و باز هم فرزند ناخرف بهتر بگویم خائن محمد رضا شاه پهلوی آریامهر عرض کنم بزرگتون که مأمور اجرا باشد. در اعتراض اعضای شورا به این ماده رضا شهروند گفت همین است که هست، طرفداران من غلط میکنند که مخالفت کنند. عرض کنم بزرگتون که یه چیزی که بسیار مسخره است و من متاسفم به اون احمقهایی که این اصطلاح آگهی رو روی راهپیمایی رو روی اینترنت میگذارن ما را پول میگیرن اینا بنده نمیدونم. عرض کنم که یک فراخانی داده است حشمت تبرزدی که بله بیاید از تاریخ فلان تا تاریخ فلان راهنمایی کنیم راه پیمایی کنید برای گذار از رژیم اسلامی. باز هم هزار بار بایستی همیانانم تفکر کنیم که از داخل زندان همیانانم در رژیم خونخوار و بیزحم اسلامی که عزیزانی هستن که یک مقاله کوتاه نوشتن یک اشارهی کردن انتقادآمیز به رژیم و عملکرد رژیم در زندان ها پوسیدند و تعدادی هم در زندان ها هستند، استخوان هاشون هم شکسته شده. عرض کنم بزرگتون که حالا چطور شده است که از داخل زندان این بابا این خائن منشور می فرستد و اینها، اون را بنده نمیدونم. استنباط بنده این است که استعمار به منظور جلوگیری از برانداخته شدن رژیم اسلامی از سوی ملت ایران که در راه می باشد با مطرح نمودن تبرزدی در کار بت‌سازی و رهبر تراشی برای ایران و در نهایت قرار دادن او به جای رهبر فعلی است که در هر حال
بالای 75 گویا و چانش بوی الرحمن گرفته و به آخر خط رسیده است. رضا شهرمند در 22 بهمن چند روز پیش ضمن انتشار بیانیه بلند بالایی با کیفیت انشاء دانش آموز دوره راهنمایی که بخش کوتاهی از اون رو با آگاهی میرسانم، خواسته است که به فراخوان عرض کنم به حضورتون که تبرزدی پاسخ بدهید و بیایید و بروید. کوتاهی از اون رو میخوانم خدمتتون. این نوشته رضا شهروند است. درودی به کاظمینی بروجردی، درخشی درودی به پیمان عارفی که مظلومانه در زندان است و خانوادهش نمیتوانند، یادم نیست در کجا بروند اون رو ملاقات کنند. درودی به کاظمینی بروجردی، به گفته او روحانی ولی در واقع آخوند مبارز و آزادی خواه که از پشت دیوارهای بلند زندانهای مخوف جمهوری اسلامی فریاد دموکراسی و سکولاریسم میزند. باز هم این رضا شهروند عقلش نرسیده که سکولاریسم بدنه دموکراسی نمیشود گفت و اینا یکی هستند. از شما هم میهنان گرامی دعوت میکنم، این گفته هنوز گفته رضا شهروند است، به فراخوان حشمت تبرزدی که شجاعانه از پشت درهای بسته زندان جمهوری مستبد اسلامی برای ما ارسال کرده است سلام داده و با مشارکت و حضور پررنگ خود در گرد همایی 22 بهمن صدای بی صدای ملت ایران باشی. سخن رضا شهروند تمام شد. همیارانم، در سایه شوم حکومتی که هزار هزار زندانی سیاسی دارد و همطور که عرض کردم شکنجه می شوند و جان باختند اینا، در اینجا فقط رضا شهروند به توجه دارد به عرض کنم دو زندانی پیمان عارفی و آخوند بروجردی. کنم بزرگتون که نمون که منده به اصطلاح مخالفم با گفته های او در مورد این زندانی ها، ولی بایستی به همه زندانی ها توجه بشود. میرزا طیقان امیرکبیر هم میانانم فرموده است آن که مرا یک بار فریب دهد ننگ اوست، آن که مرا دو بار فریب دهد ننگ من است. رضا شهروند که در درازلای بیش از ربع قرن با فراب فریبکاری های گونگون مانندش از کنم مانع شکل گیری یک اپوزیسیون قدرتمندی که توان به زیر کشیدن حکومت اسلامی را داشته باشد بوده است، از کنم که چگونه راه دیگری پیدا کرده و نیرنگ دیگری فریب دیگری و به مصداق هر لحظه برنگی متعیار در آید. عرض کنم به حضورتون که لازم است که ما ایرانیان، ببخشید درخواست میکنم که ما ایرانیان خارج از کشور به این نکته توجه بفرمایید. من فکر میکنم که نه تنها اون بایستی صدای اعتراض ما بر علیه این عرض کنم که خیانت و نمیخوام بگم جنایت، در هر حال خیانت است که هر خیانتی منجر میشود به جنایت، اما در مورد محمود مأموریت محمود احمدی نژاد که موضوع این برنامه است، امیانانم استعمار نوکران خود رو با توجه به ویژگی های خاص، نه همه نوکران، اکثر یا به شماری در سن نوجوانی در خانواده ها جستجو می کند و با روش های ویژه خود وسیله ترقی آنان را فراهم می کند و به تدریج به وسیله عواملی که دارد آنها را
انتخاب میکند و آموزش میدهد و در مقامات حکومتی میگمارد و اجرای مأموریت هایی رو از کنم نوشته شده ای رو به اونها واگذار میکند. از کنم بزرگتون که البته این نوکران از طریق نوکران با سابقه از کنم مانیتور میشوند که مأموریت رو درست انجام بدن. از کنم که البته وقتی که این نوکران در انجام مأموریتی که استعمار تعیین کرده موفق باشند، اونها رو به مقامات بالاتر هم میرساند. محسن سازگارها امیانانم توجه بفرمایید، اون چرا که بنده اینجا میگویم مسئول سخنانم من هستم، نه جناب سوربی، نه تلویزیون مردم. محسن سازگارها یکی از این نمونه هاست که با سه ویژگی، اون چیزی که استعمار از اون استفاده کرد، از خانواده های فقیر بود، از خانواده فقیر بود که طبق گفته خود او در صدای امریکا عرض کنم به حضورتون که یک رفت سال هشت سال پیش پدرش لافدوز بوده و خانواده فقیر پر بچه ای، این یک ویژگی. ویژگی دیگر از خانواده مذهبی متعصب و ویژگی دیگر بسیار باهوش. مأموریت به اون واگذار شد. اولین مأموریت او تشکیل عرض کنم که اون بزاده در دانشگاه صنعتی، اول این رو عرض کنم، در دانشگاه صنعتی آریامهر مشغول تحصیل بودم میانانم، در مملکتی که در رژیم که توانسته بود یک بچه لافدوز، من مشکلی با لافدوز ندارم، من دارم واقعیت تاریخی رو عرض میکنم، میتوانسته برود به دانشگاه آریامهر و امروز بچه های زیادی هستن بدبخت ها مدرسه نرفتند اصلا، به هر تقدیر اونجا دانشجو می شود و تشکیل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مزبور رو عرض کنم که به عهده می گیرد، که البته این تصور می کنم همزمان بوده است با ریاست دانشگاه آریامهر که به توصیه فرح دیبا به سید حسین نصر عرض کنم به حضورتون که محول شد. عرض کنم به حضورتون که این انجمن اسلامی با ترور کردن سروان عطیفه، سروان شهربانی عطیفه که در دانشگاه آریامهر بویا مسئول انتظامات بوده، کمر دانشگاه صنعتی آریامهر که پایش شد جای پای ارز کنم MIT می گذاشت، ارز کنم که کمر شکست. محسن سازگارا مأموریت های بسیار مهم می دارد داشته کردن، از اونها صرف نظر میکنم، ولی یکی از اونها تأسیس از کنم که سپاه پاسداران بود. از کنم بزرگتون البته تمام نوکران استعمار که در پیروز شدن کودتایی که نامش رو گذاشتن انقلاب از کنم که اسلامی پاداش گرفتن، محسن سازگارا هم عرض کنم که به دانشگاه فضیل رفته شد، استاد شد و در نمیدونم کی وقت تحقیق و تدریس دارد، برای که همش روی تلویزیون ها و رادیو هاست. ویژگی های محمود احمدی نژاد عبارت بودند از تعصب مذهبی، زشتی صورت و بدقواره بودن که به علت تحقیر شدن در
دوران کودکی دچار عقده حقارت و حس انتقام جویی و برتری طلبی شده بود. پروین اعتصامی غزلی دارد، پروین اعتصامی همینانم یکی از بزرگان تاریخ ماست، بخوانید دیوان او را. اعتصامی غزلی دارد به نام کودک یکیم، و کودکی کوزهی شکست و گریست که مرا پای کاخانه رفتن نیست، چه کنم اوستاد اگر پرسد کوزه آب از اوست از من نیست. اونجایی که پروین اعتصامی میخواهد تنمبار شدن اقدای غارت رو در کودک بیان بکند، میگوید همه گویند پیش ما منشین، هیچ جا بهر من نشین، من نیست، همگنانم قفا زنند مرا که تو را جز زبان الکن نیست. از کنه بزرگتون که این عقده ها و تعصب مذهبی و البته روش سرشار ویژگی هایی بود که از کنم که این استعمار اون رو برگزید به عنوان یکی از نوکران برجسته بود. میانانم آدم کشتن در رژیم اسلامی و البته سازمان مجاهدین نشانه وفاداری است و پیمودن پله های ارکنم یا سلسله مراتب قدرت بستگی دارد به تعداد آدم هایی که فرد برای رژیم کشته باشد. در مورد احمدی نژاد گفته شد که نمیدونم درست یا غلط، تیر خراسان بوده و به محمود 10,000 تیر معروف است، برای اینکه ببخشید 1,000 تیر، برای اینکه به 1,000 نفر از اعدام شدگان تیر خلاص داده است. علیرضا میبودی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری آن زمان قول داده بود که رفسنجانی انتخاب می شود، اگر او انتخاب نشود دیگر پشت میکروفون و دوربین نخواهم نشست، از شکست علی اکبر هاشمی رفسنجانی و انتخاب احمدی نژاد عصبانی بود. در برنامه توضیح داد که ترور دکتر عبدالرحمن قاسم رو به دست محمود احمدی نژاد که در کوچه تاریکی در وین پنهان شده بود انجام گرفت. انگیزه توضیحات در مورد آدم کشی های محمود احمدی نژاد در هر حال بیش از این لازم نیست. حالا علت انتصاب اول او به مقام ریاست جمهوری این بود که گویا یک شرکت خارجی برنده مسابقه چند میلیون دلاری از کنم امور مخابراتی شده بود، ولی خامنه‌ای میخواست که از کنم که طولش مجتبی اون قرار داشته باشد و خاتمی رئیس جمهور وقت مخالفت کرده بود و گفته بود که طبق قانون عمل شود، ولی احمدی نژاد عرض کنم اولین اقدامی که کرد دادن اون قرارداد به مجتبی. در برنامه قبلی عرض کردم مرتضی درست نبود، مجتبی پسر خامنه‌ای بود. خامنه‌ای در همون جریان انتخابات به احمدی نژاد گفت کوت نظرات شما به نظرات من نزدیک تر است، آن کود با این سخن دستور منصوب شدن احمدی نژاد رو به مقام ریاست جمهوری رژیم صادر کرد. البته انتخابات نمایشی و مسخره‌ای هم بر روی همیشه هست و
و بیشتر هم برای نشان دادن به خارجی هست. میانانم بسیار باید دقت کنیم. محمود احمدی نژاد از سوی یک اتحادیه استعماری قدرتمند برگزیده شد. نیروهای استعماری از آغاز او رو در میدیای غربی جا کردند و به مجریان برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی در امریکا، من از کشورهای دیگه خبر ندارم، آموزش داده شد که محمود احمدی نژاد رو بدون لهجه بیان کنند. همه جا نام و عکس او بود، حتی روی جلد مجله تایم. در جامعه ایرانی خارج از کشور همینطور، به طور مثال یک دیویدی هایی پخش می شود به نام اشک‌ها و لبخندها به وسیله مسعود سر، به نام یکی از اونها هست از بیکران تا جمکران. در بیکران بستروس بود، پورتری فردوسی بود، و جمکران به جای این که شمایی از شاه جمکران باشد، عکس محمود احمدی نژاد بود که در خانواده ها دست به دست بگردد. احمدی نژاد شخصیتی نداشت، کسی نبود. در آغاز دستش رو می گرفتند و پا به پا می بردند، نمی دانست کجا بنشیند و چه بگوید. اما ماموریت هایی که به محمود احمدی نژاد از سوی استعمار داده شده بود، قربون، وادار کردن، یعنی بله، با وادار کردن اسرائیل به حمله نظامی به ایران، این رو به این صورت عمل کرد که گفت، بارها گفتش که هولوکاست نبوده. هولوکاست میانانم یک جنایتی بود که داغ آن بر پیشانی تاریخ است. این داغ اون جنایت بر پیشانی تاریخ ابدی است. پس کنم بزرگتون که در هم شکستن نظام اقتصادی، هم از پولی صنعتی، تا رسیدن کشور به مرحله ورشکستگی، نابود کردن منابع طبیعی، خشکاندن رودخانه ها و دریاچه ها تا جایی که ممکن بوده، سوزاندن جنگل ها، تهی کردن نظام دانشگاهی از استادان باقی مونده، استادان فریخته و با تجربه. در چند سال، در حدود بعد 3 سال پیشین، یک بارم عرض کردم، عرض کنم که یکی از مقام مسئولان بالا رتبه وزارت کشاورزی گفت خاکی رو که برای، عرض کنم، به کشورهای عربی صادر میکنی، با کامیون البته میفرستادن، اون امکان توان کشاورزی رو در زمینهای ایران از دست میده. من نقل، عرض کنم، مضمون میکنم که هر یک سانتیمتر مکعب از این خاک ها 400 سال زمان لازم دارد که ایجاد بشود. از کنم بزرگتون که برای این که از امکان کنترل و حسابرسی و بررسی عملیات و دزدی ها و اینها، از کنم که جلوگیری بکند، اولا گفت ما امام زمان داریم و یک صندلی خالی در جلسات اون کابینه هر جایی که میرفت برای امام زمان میگذاشت. البته امام زمان دفترشان در بوکینگ هام لندن است و حسابداری و صندوقشان در چاه جمکران. ثانیاً سازمان برنامه را، امیانانم، سازمان برنامه تنظیم می کند
و بعد عرض کنم به حضور، البته با نظر متخصصان تکنوکرات و و و و چه تعیین میکند چه کاری و به چه اندازه باید انجام شود. عرض کنم منابع و منابع مالی اون کجاست، در نهایت مقایسه میکند که چه کاری انجام شده، چه میزان برنامه پیشرفت داشته و چه عقب ماندگی داشته که در برنامه های بعد از تکرار اون گرفتاری ها جلوگیری شود. اون رو هم تعطیل کرد. از کنم بزرگتون که همینانم، یکی از دلائل دادن مأموریت در هم شکستن نظام ساختارهای اقتصادی در ایران رو عرض میکنم. آقای دکتر هنری کیسینجر که تعیین کننده اکثر خط معاش‌های سیاست خارجی امریکا بود، حالا نمیدونم هنوز هست یا نه، سالها پیش ضمن سخنانی در مورد ثروت بیکران کشورهای نفتی گفت کود: هر جا که ثروت باشد قدرت هم اونجاست. این پیام رو فرستاد، بعد جنگ عراق با ایران آغاز شد که دو کشور ایران و عراق تهی بشوند از ثروت. عرض کنم با حمله صدام به کویت و موشک باران عربستان و سعودی، کار عربستان به جایی رسید که در یک مدت زمانی نیازمند به وام شد. کارهایی که من در رؤوس عرض میکنم وارد جزئیات نمیشم، کارهایی که محمود احمدی نژاد برای خالی کردن، عرض کنم که ایران از ثروت‌های ملی و قدرتمند شدن انجام داده است. این قبلا از پیش عرض کنم که قربون، یکی از علل نابود کردن محمد رضا شاه پهلوی آریامهر این بود که اون ابرمرد، اون رادمرد، مرد سردوز، مردی که برای ملتش بهترین باباهای دنیا بود، میخواست که ایران رو ثروتمندتر و قدرتمندتر بکنه. فشار آورده بود به شرکت‌های نفتی که ما بایستی عرض کنم صدور نفتمون به روزی 8 میلیون بشکه برسه. همینانم این کارهایی که احمدی نژاد کرد در آغاز ریاست جمهور، در آغاز کار گفت اگر پول این فاجعه است، این مسخره است، اگر پول کشور به خارج منتقل شود به سود کشور است. من فکر کنم بچه دوره راهنمایی هم به این استدلال احمقانه میخندد. در نتیجه همیانانم در همون ابتدا از کنم که صدها میلیارد دلار پول مملکت به دبی منتقل شد. از کنم که برقراری یارانه خیانت بزرگی بود. من بیش از اون که وارد توضیحاتش بشم این رو عرض میکنم برای اینکه عرایزم بهتر روشن بشه. آقای زنگنه که زمانی به نظرم ایشان وزیر نفت بودن، عرض کنم که گفت به اسم یارانه دستگاه های بزرگ انرژی را نابود کردن. تکرار میکنم، به اسم یارانه دستگاه های بزرگ انرژی را نابود کردن. از کنم بزرگتون که میانانم طبق تئوری جان مینارد کینز، اقتصاددان و سرمایه گذار انگلیسی، نقد رو مسمون میکنم، در رکود اقتصادی
تزریق پول در جامعه، این رو من از خودم عرض کنم، مثل کریدیت کارت و دادن چیزای اعتباری و پول قرض دادن به مردم، تزریق پول در جامعه باعث می شود که مردم پولها رو برای خرید به بازار ببرن، یعنی اینکه میزان تقاضا بالا می رود و برای تولید کنندگان، تولید کنندگان کالا از کنم که صرف می کند، که به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا به استخدام کارگر و خرید مواد اولیه و جلب سرمایه بپردازن و از ترکیب از کنم بزرگتون که سرمایه و مواد خام و از کنم نیروی کار کنم که کارا به جامعه بفرستن، تولید کنن، در اختیار جامعه بگذارن. و به نظر جان مینارد کینز این کار باعث بالا رفتن اشتغال می شود. از کنم بزرگتون که این تیکه رو من میگم، این رو از کنم در جامعه‌ای که اشتغال کامل یا نسبی وجود داشته باشه، همیانانم مردم امکان پسنداز و سرمایه گذاری تازه پیدا میکنن، در نتیجه اگر درست عمل بشود جامعه در حد ممکن در اشتغال کامل میماند. به اون نظر آقای جان مینارد کینز، پرزیدنت ریگان، اون مرد بزرگ تاریخ جهان، ایشان که خودشون اکونومیست بودن، اصلا از کنم بزرگتون که با به کارگیری این تئوری البته و چیزهای دیگه اقتصاد امریکا رو که به ورشکستگی رسیده بود در زمان کارتر، ایشان دوباره زنده کردن و نحوه کارشون به نام ریگانامیک معروف. محمود احمدی نژاد همیانانم با پرداخت یارانه عرض کنم که مردم پرداخت یارانه کم نبود. کارگری به دوست من در ایران گفته بود صبح 5 می رفتم سر کار تا 5 بعد از ظهر 180 هزار تومن می گرفتم، حالا 6 نفریم 240 هزار تومن می گیرم و کار هم نمی کنم. عرض کنم که مردم که پولدار شدن در اثر این یارانه ها به بازار مراجعه کردن. در بازار فقط کالای چینی وجود داشت، کارخانه ها رو یکی بعد از دیگری تعطیل کردن و کارگران هم تو که عرض کردم نیازی نداشتن که کار کنن و کاری هم نبود که انجام بدن. عرض کنم این پولهای بدون تولید کشور رو دچار تورم فزاینده و غیر قابل برگشت کرد. یادم نیست من نظرم 4 سال پیش واشنگتن نیوز، یکی از این روزنامه‌های نیوز شرق امریکا، نوشت، خود من نخواندم، این رو مدیر تلویزیونی در شمال کالیفرنیا خواند، که تورم در ایران 105% است. محمود احمدی نژاد یکی از کارهای دیگرش ناگهان قیمت دلار 1000 دلاری تومانی رو که در زمان محمد رضا شاه 7 تومان بود قربان به 2000 تومان، از 2000 تومان به 3000 تومان، از 3000 تومان به 3800 تومان، به 600 تومان ببخشید، بدون هیچ دلیل اقتصادی انجام. همین کارهای احمدی نژاد برای در فشار گذاشتن مردم ایران به نحوی که نه توان فیزش بر علیه حکومت داشته باشند و نه توان مقاومت در مقابل نیروهای خارجی اگر جنگی آغاز شود. البته اینجا رو ببخشید این لفظ
عامیانه را از اوکنم کور خوانده است. گرسنگان وقتی که جانشون بلب بیاد دیگه در قیام کردن اشکالی نخواهند داشت. از کنم بزرگ مبارکتون که قربون، در مورد مسئله اعلام این که هولوکاست نبوده یک کار دیگری هم کرد و اون این بود که هر واقعاً سه بار گفت که ما اسرائیل رو روز چهارشنبه از میان برمی‌داریم. این احمق، این بیشعور، عرض کنم که من اصلا نمی‌دونم چطور این حرف رو زد. در نتیجه شرکت های نفتی که همیشه بهانه‌ای می‌خواهند که قیمت نفت بالا ببرن، حتی اگر سار از درخت بپرد، عرض کنم که ناگهان عرض کنم قیمت نفت رو دو برابر کرد. در افزایش قیمت نفت یک آقای جنرال اسرائیلی، نمیدونم منظورش چی بود، گفتش که ما در این کاری که احمدی نژاد کرده اسرائیل از میان برمیداریم، عرض کنم که هولوکاست نبوده، ما 8 میلیارد دلار نفت کردیم. این استنباط بنده شاید منظور به نفت کردن این بوده است که اصولی بوده است که اون چنبانه های نفتی که یهودی ها جلون هستن برنده شده. من نمیدونم از کنم بزرگتون که در اون زمان چون بحث این بود که جنگ میشود و اسرائیل حمله میکند و اینها، استنباط بنده است باز که بازار فروش نفت داغ داغ شد. استنباط بنده این است که کشورهای غربی انبارهای خودشون رو، انبارهای ذخایر نفتی رو نفت خریدند و پر کردند و این بود که خیلی قیمت، یعنی فروش نفت زیاد شد. یک نکته ای رو اینجا عرض کنم هم میانانم، دنیای غرب دارد، به خصوص امریکا، دارد تلاش میکند که امریکا البته پیشرو این کار است که با خودکفا شدن از در نفت، حتی صدور نفت در آینده دیگه نیازی به واردات نفتی نداشته باشد. این یک اعلام خطری است میانانم به مملکت ما که تمام پولهای به دست آمده از افزایش قیمت نفت رفت به حماس و حزب الله و نمیدونم و و و و و هیچ کار در زمینه ارز کنم سرمایه گذاری های تولیدی و زیربنایی در ایران همیهنانم هیچ کاری انجام نشد و پولی هم نیست. چند صد میلیارد که دزدیدن و آرا چگار کردن، بنده دیگه بقیهش رو توضیح نمیدم، یکیشو در اینترنت گذاشته بودن. در مورد حمله نظامی به ایران که سه بار احمدی نژاد گفت چهارشنبه اسرائیل از میان برمی‌داریم، محسن رضایی که اون هم از خیانتکاران بزرگ به ایران و ملت ایران است، روی سایت ها هست، به احمدی نژاد گفت شما سه بار مملکت رو لب پرتگاه جنگ بردید. امیانانم در مورد این درآمد نفت کشورهای عربی و کارا
بنایی پرداختن. ببینید در دبی چه خبری، در عربستان سعودی چه کردن. به هر روی عرض کنم بزرگتون که قربون، ما بایستی نسل‌های جوان امروز توجه داشته باشن، میانانم که اگر با پولی که از نفت در این زمان به دست می آید برای سرمایه گذاری زیربنایی کاری نشود، نسل‌های آینده ایران، فرزندان شما جوانان کشورم، آینده تاریکی خواهد داشت. بس کنم بزرگتون، یکی دیگه از راه های برباد دادن ثروت مملکت، چپاول ثروت ها و آزاد گذاشتن دزدان و غارتگران در چپاول املاک ثروت های ملی. همینانم یک نکته ای رو فقط عرض کنم، 3,000 میلیارد تومان در سال گذشته بود به نظرم از بانک مرکزی ایران دزدیده شد. البته اون محسنی هجهی گفت بله 9 نفر محکوم به اعدام شدن، بعد 2 نفر محکوم به اعدام شدن و در نهایت هم از کنن که علی خامنه‌ای گفت بگذارید مسئولین کارشون رو بکنن، یعنی ما منو مشتبه سهمونه گرفتیم. همینانم توجه کنید، برای جا به جا کردن 3 میلیارد تومان چند تا تریلر لازمه. کسی نگفت این پولا کجاست. بعدش هم خفه کردن صدای مردم رو و تمام شد. ای بابای اومد در کانادا، رفت کانادا خونش رو فروخت و بعدش هم رفت و تمام شد. این از همیانانم مملکتی که ولی فقیه دارد و یک نظام توتالیتر مذهبی بر اون حکومت میکنه. برای که اون چیزی که امریکایی ها میگن چک اند بالانس وجود نداره. و عرض کنم به حضورم بارکتم که هر که کار دلش میخواد میکنه. این 3,000 میلیارد تومان یک موضوع قابل بررسی است. کجا این پولا؟ در وقتی که 18 میلیارد دلار پول نقد و 8 تن طلای ایران در ترکیه کشف شد، البته ترک ها بردند و خوردند چه شد نمیدونم، توجه کنید هم یارانم، روزی محمود احمدی نژاد یک کلاه مسخره ای روی سرش گذاشته بود، روی یک گلیمی هم نشسته بود، عرض کنم که یه 20 دلاری گرفت دستش، گفت میدونین 18 میلیارد دلار عرض کنم که چند تا کامیون میخواد برای حملش. این نکته مهمه. اگر فکر میکنین درسته خب ورش دارن، ورش داری. رئیس جمهور مملکت حکم آزادی غارت پول طلای ایران رو صادر کرد. در این مورد هم مدتی در مجلس موضوع یکی دو نفری یک به اصطلاح شعالهای که زوده ای میکشیدن خوابیده بحث بود. دوباره علی خامنه ای گفت عرض کنم که بگذارید مسئولین کارش رو بکنه. منم به دورتون امیانانم، ایران نیاز دارد به یک تغییر، نیاز دارد به یک تغییر. یک نکته ای که در اینجا اهمیت دارد این است که
میان چنین خیانت های چنان خیانت های مثل یارانه و خارج کردن پول از مملکت و اینها در درک و فهم محمود احمدی نژاد نبوده و نیست. در حکومت ها حکومت های درست حسابی روش این است که زمانی که اداره امور مملکت به رئیس جمهور یا نخست وزیر واگذار می شود، عرض کنم اوست که اشخاص واجد صلاحیت های علمی و اداری تجربی رو برای طرح و اجرای برنامه ها در هر یک از امور مملکتی انتخاب میکنه. ولی در ایران از آغاز سقوط 57 فاجعه سقوط 57 به نحو دیگری عمل شده است. به این نحو عمل شده است که استعمار خود برنامه های در هم شکستن و حتی نابود کردن هر یک از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و و و کشور رو می نویسد و برای اجرا و عوامل برگزیده خود واگذار کند. یعنی هم برنامه ها نوشته شده استعمار است، هم هر یک از اشخاصی که باید به طور موضوعی برنامه ها رو اجرا کنند. گزینش ابوالحسن بنی صدر برای در هم شکستن ساختارهای اقتصادی، عرض کنم که صنعتی پوری در زمان، عرض کنم که در اولین حکومت این بابا وزیر اقتصاد بود. این یکی از اون نمونه هاست. نمونه دیگر گزینش حسن دبال یا عبدالکریم سروش، شایدم حسینی نمیدونم، به ریاست انقلاب فرهنگی با مأموریت نابود کردن ساختارهای فرهنگ مادی و معنوی کشور که این در زمان نخست وزیری میر حسین موسوی بود و بعد از عرض کنم که پایان 8 سال نخست وزیری موسوی، همین موسوی عرض کنم مأمور یا رئیس انقلاب فرهنگی بود. اینا نمونه هاست. اینکه دیده شد محمود احمدی نژاد در زمان استیضاح در مجلس به جای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان به نمایندگان مجلس اسلامی که اون را در دوستان میگویند طبیله اسلامی که اون درست است، به دلغک بازی پرداخت و واقعا دلغک بازی بود. این بدین خاطر بود که دانش و آگاهی برای پاسخ دادن به سوالات رو نداشت. بر روی همیانانم گماردن ماموران نابود کردن ساختارهای کشور در حکومت ها از عوامل موفقیت استثمار کشور ما بوده و بعد از این هم خواهد بود. اما نکته دیگر هم میانانم، از سکوتی که در جریان خیانتکاری های محمود احمدی نژاد در نظام حکومتی حاکم بود، اینگونه استنباط می شود که قدرت استعماری یا قدرت های استعماری که محمود احمدی نژاد رو مأمور به فعل در آوردن خیانت ها کرده بودن، به رهبر و سایر سران رژیم امر و اخطار کرده که باید در برابر همه خیانت کاری های احمدی نژاد ساکت باشن و اقدامی برای جلوگیری از خیانت کاری های او به عمل نیاورند و رهبر و سایر سران رژیم چنان کردند. دیده شد همین آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، ایشان در مقامات گوناگون رژیم بودند، مقامات بالا، در دوران احمدی نژاد
از اعضای عرض کنم که اون مجمع تشخیص مصلحت نظام همیانان هم توجه بفرمایید، نه مجمع تشخیص مصلحت ملک و ملت، نه تشخیص مصلحت نظام. ایشان عضو بودن اونجا، ایشان یک بار ایشان وظیفه‌اش بوده است که عرض کنم که در این خیانتکاری ها جلوگیری بکند، یعنی یکی از عوامل جلوگیری کننده باش، ولی ایشان عرض کنم کلمه ای نگفت. که آتش سوزی های عمدی جنگل ها در دوره احمدی نژاد چون اندازه زیاد بود که نهاد جنگلبانی جهانی به حکومت ایران اعلام خطر کرد، اعتراضی نکردند ایشان. 70% از دریاچه ارومیه خوش شد، صدایی در نیامد. آقای عالی پیام مرد برجسته عصر ما که ایشان نام حالو رو به غلط بر خودشان نهادند، در یکی از برنامه‌های خود عکسی آوردن، آگاهی دادن که کوهیست در کرمان به نام شاه کوه که در آنجا 50,000 نوع گیاه طبی می روید و در جهان یگانه است. اون کوه رو حالا به چه دلیل نمی دانم تراکتور و تشکیلات بردند و قسمتش رو تا من در عکس دیدم صاف کردند و نابود کردند و این بدبختی همچنان ادامه دار. از کنم به حضورتون که دطمه که به روز کارون زده شده که من از سگونگان آگاه نیستم، خالی کردن نظام آموزشی کشور از کنم که از استادان با صلاحیت از کنم نظر علمی و تجربی هیچ اعتراضی نشد. و میانانم خیانت های محمود احمدی نژاد پرشمارند، پرشمار و در یک برنامه هم نمی شود نه در اونها پرداخت و بایستی اگر می خواهد کاری بشود عرض کنم به حضورتون که یک محققی پج گروهی از پژوهشگران بنشینند و این خیانت ها رو پیدا کنند و اونم کافی نیست که پیدا کنند و بعد آثاری که داشته است در زمان حال و آینده این مملکت اونها رو هم گزارش بدن. از کنم بزرگتون که آقای حسن روحانی، دکتر حسن روحانی بسیار وعده‌ها دادند که چنین و چنان بکنیم، یک کارهایی هم البته کردند. ما ایرانی ها اشکالی داریم که هر وقت با که مخالفیم جنبه های مثبت هم هر چقدر کم باشن یا زیاد دیگه توجه نمی کنیم. همین هم هست که تبلیغات ما بر علیه رژیم زیاد مؤثر نیست. بایستی یک حساب بدهکار به استانکار بگذاریم و این بله آقای حسن روحانی این کارها را هم کردن. از کنم بزرگتون که این ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و اخلاق ایران به گونه در هم شکسته است که از آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور که خود ایشان و اعضای کابینه شون اینا برگزیدگان همون عرض کنم که استعمار هستند نمیتواند برای ایران کاری انجام بدهد. تنها راه نجات شما و فرزندانتان و نسل‌های آینده 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 خود شما هستید. در گذشته به مردم ایران تلقین و قبولانده شده بود که همه چیز زیر سر آنهاست، یعنی انگلیس ها.
در نتیجه وجود این گونه قالب فکری و ایجاد شخصیت اتکایی در مردم به عوامل استعمار اجازه داد که هرچی که میخواهند در اون مملکت انجام دهند. همیانانم به ویژه جوانان و میان سالان و حتی نوجوانان کشور، شما فرزندان امروز ایران متفاوت هستید از نسل‌های گذشته. شما همگی باهوش، اکثرا دارای تحصیلات عالی و در اصل شاهراه‌های ارتباطی که از طریق اینترنت ایجاد شده زندگی میکنید. شما جوانان باید با بهره‌گیری از خیزش خرداد 88، بهره‌گیری از تجربیات اونجا، برای اینکه بسیار اشتباه کاری ها شد در اونجا، عرض کنم موسوی رو که جنایتکار بزرگ تاریخ ماست، 300,000 نفر در زمان او به گفته آقای دکتر ناوندی استاد بنده در مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی، ایشان استاد برجسته تاریخ عقاید اقتصادی بودن، 300,000 نفر اعدام شدن. این رو کردن برای شما رهبر، شما هم رفتین دنبالش، نه رهبری بود نه چیزی، نه خط مشی، بعدش هم سرکوب شدید با اون شدت و تمام شد و رفت. و یه اون رهبری که اسمش موسوی بود، یادم هست دقیقا که رودی که قرار بود راه پیمایی بشود، گفت در منزل بمانید. از کنم بزرگتون که امیانانم نسل جوان کشور آماده برپایی یه انقلاب بشوید که هدفمون هدف داشته باش. در دوره در همون 88 شعار این بود که بله این دیکتاتور است و چنین است و چنان است، ولی کسی نگفت که ما چه میخواهیم، از کجاش آمده ایم و به کجا میخواهیم برویم. یک عبارتی هست در این کتاب های مدیریت، میگوید اگر بدانیم که کجا هستیم و کجا میخواهیم، به کجا میخواهیم برسیم، ما امکان رسیدن به هدفمان بی زیاد است. در این نظام حکومتی دموکراتیک بشید که ماده اول قانون اساسی آن سکولاریسم باشد. یک روزی اگر زمان بود در مورد سکولاریسم از رادیوی ببخشید از تلویزیون مردم سخن خواهم گفت. در سکولاریزم ارز کنم فلسفی، نبودن رهبانیت به طور مطلق، یعنی دین مطلقا نیست، اما در سکولاریزم سیاسی اصل بر جدایی دین از حکومت. این اگر یک بازم یک روزی گرفتار شیعه و سنی و فرقه بهایی و نمیدونم این و اون باشیم، بدبختی ادامه خواهد داشت. بایستی یک جامعه ای که سکولار باشه، بیدین مثل من، با دین نمیدونم مثل دیگری، هر دینی که میخواهد باشد، مثلا کسی اجازه نداشته باشد که سوال کند که دین شما چیست. در امریکا اگر این سوال بکنید اصلا به شما پرخاش میکنن، دیگه با شما صحبت نمیکنن. باید به اونجا برسیم. البته مشکلی که در ایران هست این در خیزش برای رسیدن به یک حکومت
مردم دموکراتیک مردم بحث کنم برگزیده، ما مزدوران تجزیه طلب در داخل داریم و قدرت های تجزیه طلب در خارج. اینی که حفظ تمامیت ارضی کشور رو همیانانم باید در بالای اون منیفست شما باشه. جناب سوربی، بنده وقت دارم قربان. بفرمایید. بله، یک نکته دیگری بنده در مورد محمود احمدی نژاد باید بگم و از کنم بزرگتون که من نمیدانم، به من گفته شده است، باز هم من نمیدانم، به من گفته شده است که محمود احمدی نژاد یک از کنم لیسانس به اصطلاح قلابی به قول ایرانی ها از دانشگاه آزاد اسلامی گرفت. اون مسئله بنده نیست. در همون ماه اول یا دوم انتصاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رژیم اسلامی، همینان وقتی که عرض میکنم رژیم اسلامی یعنی نه ایران، این ایران هم مثل مجاهدین، مجاهدین برای خودشون یک اصلاح چیز دارن، رئیس جمهور دارن، این رئیس جمهور اسلامی یک بابایی در باز هم مسئولیت عرایده با بنده به نام حمید سلطانی که اینجا خودش رو کرن سلطانی معرفی میکنه، از کنم بزرگتون که این برای من کار میکرد، از کنم دزدی کرد، رفت به ایران، از کنم بزرگتون که همراه با همسرش اونجا با جعل امضای من و مهر دانشگاه دیگری صادر کرد و اینا، که من اینها رو روی برنامه تلویزیونی پیام آشنا با آگاهی رساندم برای اینکه مدرک تخصصی اکوپانکچر یا طب سوزنی همیانانم، چون من 10 سال به رزیدنت یا سرایدار یک دانشگاه طب سوزنی بودم که سلطانی هم در اونجا شاگرد بود، 2 سال در 7 ساعت آموزش دادن در ایران به پزشکان، به اونها این مدرک طب سوزنی جعلی رو، تخصصی طب سوزنی. از کنم بزرگتون که عرض کردم که بنده از طریق تلویزیون بسیار پربار سیمای آشنا که آقای غریب افشار رو دارند با آگاهی مردم بشن. بعد این در همون ماهای اول یک دکترای از کنم به حضورتون که راه ساختمان PhD یعنی که دکتر آف فیلاسوفی این سیویل انجینرینگ، 2 دکترا داریم همیانانم، یکی دکترای کار گرفتن دکتر آف مثلا بزنس ادمنستریشن، ولی وقتی کسی میخواهد برود دنبال تحقیق و عرض کنم به حضورتون که تدریس، اون معمولا PhD میگیره. این PhD رو از مدرسه طب سودانی عرض کنم که صادر کرد و در قاب گفته شده است به من، شاگردای چینی که قبلا شاگرد دانشگاه که من تأسیس کردم داشتن، از حضورتون که در قاب طلا و عرض کنم که جعبه نقره که این مهم نیست و یک نامه پر از عرض کنم تملق و چاپلوسی میبرد میدهد در دفتر ریاست جمهوری به محمود احمدی نژاد، که البته نماینده مقام معظم رهبری و عرض کنم که وزرا و افراد مختلف و اینا شور و هیجان اینا در چند تا اشتباه شد که من این رو پیدا کردم و
صورت رهبر مرتب دکتر دکتر میگفت. من در تلویزیون این آیتی بود سابق، که های یادم رفتشون داشتن در تلویزیون کانال یک دو بار که تلویزیون میرفت به ایران و در تلویزیون آریا چند بار من این رو اعلام کردم. در همون زمانی که در تلویزیون های سرم که NI TV و اون کانال یک اعلام کردم، آقای سرهنگ جی شین که در افتخار آموزشی در ایشان رو داشتم در رشته‌های مختلف، ایشان تلفن کردن. ایشان اصلا با سازمان‌های اطلاعاتی امریکا کار میکنن و گفتن که شما در منزل بمانید، برای اینکه امریکایی‌ها مکالمات رژیم رو اینترسپت کردند و دنبالتون هستن. بنده هم در منزل ماندم. این بس از این که این دکترها رو میدهد به اون، با همه این که رسوا شده بود، میشود امیر سلطانی یا کوین سلطانی میشود مشاور رئیس جمهور و در لندن به چه دلیل نمیدونم برای اون دفتری ایجاد میکنند. و وقتی که برای من کار میکرده، این مسائل مادی مهم نیست، ولی از کنم یک ماشین 700 دلاری داشت، ولی بعدا از ایران که برگشت رفتن دو بنز برای خودش و خانمش، اونها هم مهم نیست. من اصلا مسائل مادی رو چیز ندارم. ببینید همینانم، این رو مقامات امریکایی امنیتی، دادستان کالیفرنیا، مدیر کل FBI اینها می دانند و من منتظر بودم که کاری بکنن. یکی از ماموریان پایینه، بله رتبه پایین ساواک سابق، به من گفت که، گفتم چه شد؟ گفتش که امنیتی های امریکا با اون گفتن که خانومت که می رود به ایران و خودت برای ما اینفورمیشن بیارید، با شما کاری ندارم. من از حکومت امریکا، من حرفم عوض میکنم، از مقامات امنیتی و اطلاعاتی امریکا گله دارم. چطور یک نفر به حزب اللهی، به دشمن شماره یک، عرض کنم به حضورتون که امریکا دکترای جعلی میدهد و جشن میشود و اتفاقی نمیفته. این رو بنده نمیتوانم به اصطلاح به عنوان یک ایرانی امریکایی تحمل بکنم. بعد هم دستی که حالا چه پول ها این در ورد و اینها در ایران، چه به اصطلاح هر مقامی رو که میخواستن در جایی بگذارن، این بهشون دیگری میدهد و اینها، در هر حال اونها رو بکتن. این رو هم میهنانم. البته من وقتی که در ایران این به اصطلاح مدرک فروخت و امضای من و مهر دانشجو رو جعل کرد، خواستم اون چیزی که امریکایی ها میگن سو کنم، یعنی تغییر قانونی. به من گفت که جناب دکتر یادتون باشد که برادر من، یک برادرم سرهنگ سپاه است، بررسی کردم درست بود، یک برادرم در وزارت اطلاعات است و خواهرم در سار الله است و شما هم خواهر و برادران و بستگانتون در ایران هم موضوع باشید. بنده هم کیس رو دراب کردم و دیگه دنبالشون نگرفتم. این حالا چیزی که درد دیگری که من دارم، وقتی که دوره
ریاست جمهوری احمدی نژاد تمام شد، بعد اعلام کرد که میخواهم تشکیل دانشگاه نمیم که چی ایران بدم. همیانانم من دانشگاه درست دادم، برنامه ریختم، دانشگاه تأسیس کردم و میدونم چه شایستگی هایی چه دانش های لازم است. دادن از کنم که مقام ریاست دانشگاه به محمود احمدی نژاد به معنای آن است که، حالا به معنا نه، مثال به مانند آن است که شما یک از کنم جراحی مغز رو یک از کنم که جگرکی واگذار کنید. ریشته سال داست از کنم که مملکت ریخته به هم، ساختارهای اخلاقی در ایران اصلا شرم‌آوره. ما در دوران محمد رضا شاه، من در دوران رضا شاه کودک بودم، عرض کنم که اگر کسی، حالا این حتی به محمد رضا شاه ربطی نداره، به فرهنگ ایرانی مربوطه، اگر یک بچه ای اون چیزی که نمیخوام به لفظ ایرانیشو به کار ببرم زشته، حالا گی بود، این را از خانه بیرون میکردن، خانواده از شهر میرفتن. ولی امروز حالا ضمن این که در ایران نه اون که به قول روانشناسان یکی گیه که گی به دنیا آمده یا لزبیان به دنیا آمده، نه، از فقر، از بدبختی ما عرض کنم که گیهایی هم که در خیابان به کار مشغولن داریم. هفته گذشته عرض کردم این درد رو در برنامه گذشته، باز هم عرض میکنم مقام بالای عرض کنم که سپاه یا انتظامی مملکت اعلام کرد، این قربون روی اینترنت برید نگاه کنید، گفتش که این فاجعه است. گفت با صدور دختر و پسر ببخشید، بعد درست طبق اون بگم که اون گفته، چون کد میکنم، صدور دختر و پسر رو به خارج از کشور نفی نمی کنم. امیانم نازنینم تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمن. ایران برای نجات از این بحران و از این بدبختی و از این بیشرمی و بیابرویی هیچ راهی ندارد جز این که این رژیم تغییر کند. البته مردم ایران به اصطلاح مردمی هستند، در این حالی که مردمی هستند خائن پرور، خادم کش، در این حال هم عرض کنم که خادم، ببخشید، قهرمان پرورن. یعقوب لیث از میان این مردم بلند شد، رضا شاه از میان همین مردم بلند شد. در روز به باور من، حالا چیزی هرچی که میخوان بگن اون اهمیتی نداره، در به باور من یک روزی در ایران یک رضا شاه دیگری، نادر شاه دیگری عرض کنم به حضورتون که بلند خواهد شد و این مملکت رو نجات خواهند داد. قالیباف یکی از عرض کنم آدم کشهای رژیم که به مقام شهر ریاست شهرداری تهران رسیده، در دو دوره پیش برای ریاست جمهوری گفت ایران یک رضا شاه می خواهد. تیر خلاص خودش رو همونجا زد.
دیگه شانس زیادی داشت، دیگه هم هیچ وقت اون شانس رو نخواهد داشت. یعنی اینقدر این مسئله روشن است که اون قاتل آدم کشه از کنم که رژیم هم به نام قالیباف این رو بیان کرد. البته اون میخواست یعنی بگوید که تلویحاً بگوید که بله من اون رضا شاهم، که البته نه، کسی که یک قطر خون بچه ایرانی را ریخته باشد دیگر ایرانی نیست. امیانانم کمک کنید خودتون را نجات بدهید. جناب سوربی نازنین، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. باقی مانده ای حکایت هم میانانم برای بیان اون چه که باید گفته بشود و گفته نشده و شنیده شود که شنیده نشده خواهد بود. ما از اونجایی که یک بار عرض کردم به گفته هانری برکسون، فیلسوف فرانسوی، فیلسوف معاصر فرانسوی، زمان حال گذشته را در بر دارد و در آینده چنگ انداخته است، بایستی هم میهنانم اون چرا که در گذشته این مربوط به این فاجعه سقوط رخ داده اونها رو با آگاهی هم میهنانمون برسانیم که اون چراغ باشد برای راه آینده شون. از کنم که من در نیمه اول مارش یک برنامه خواهم داشت و البته دیگه در ماه مارس همون یکی خواهد بود تا ببینیم که بعدش خداوند چه میخواهد. اینی که عرض کردم حکایت همچنان باقیست. پایان میبرم میدهم به سخنانم. آن نیست حافظ را رندی بشد از خاطر، آن نیست حافظ را رندی بشد از خاطر.